بله بیننده های عزیز، بازم سال نوتان مبارک و سال 1399 را به کسایی که همین لحظه تلویزیون خود روشن کردن و بیننده برنامه ویژه بستان عافیت هستند، یک بار دیگه سلام تقدیم میکنم و سال نوتان مبارک. آمدیم بازم مهماندار هستیم، بخش دوم برنامه است و در بخش دوم برنامه بازم یکی از دکتر صاحبا را داریم که دکتر صاحب مشتبه ما هستند که شما با چهرهش آشنا هستین، با سخنش آشنا هستین، وقتی مسئله طبی می باشد جدی جدی صحبت میکنن. و یک آقای دیگر هم داریم که پوهنمل احمد شاه رفیقی، اینا بنیانگذار پنتون غزنی، استاد دانشگاه و شاعر و نویسنده هستند و خیلی گپای با اینا هم خود داشتیم که اینا کی هستن، از کجا شروع کردن و سالهایی که سپری کردن چگونه سالها برشان بوده. سلام و صحبتان بخیر، سال نوتان مبارک، خیلی خوش آمدیم. سلام خدمت شما، همچنین سلام خدمت همه بیننده ها، سال نو شما مبارک باشه. خدا کنه که آغاز سال به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. البته در این چند مدت که متاسفانه ویروس کرونا دامنگیر اکثر کشورها شده، خصوصا در کشور ما و شما هم آمده، همونطوری که وزارت محترم صحت عامه اعلان کرده که کوشش بکنین در سال نو به مکانهایی که مزدحم هست و اجتماعاتی که زیاد هست مانند سالهای قبل شرکت نکنین تا خدای نکرده در امان از این ویروس باشین. بنابراین باز هم توصیه میکنیم برای شما که سال به خوبی و خوشی در کنار فامیل هایتان، در خانه هایتان امسال سپری کنیم و سال خیلی خوب داشته باشیم. سلامت باشین آقای رفیقی، خیلی خوش آمدین، سال نوتان مبارک و واقعا خیلی خوش هستیم که امروز با شما هستیم و حتما یک دکلمی بهاری در راه هست، منتظر باشین. بفرمایید. سلام به شما و به بیننده های عزیز، سال نو همه مبارک، سال کنیکوست از بهارش پیداست، خدا کنه سال 1399 سال امنیت، آسایش، رفاه و خوشی برای هموطنای ما باشه و هموطنای ما از این جنگ 40 ساله بخیر بیرون بیاین و به طرف صلح به امید الله پیش برمیم انشالله. آقای رفیقی میخوایم از شما شروع بکنم که شما خود یک معرفی کوتاه به بیننده ها داشته باشین، بر ما بگوین سالی که گذشت چگونه براتان سال بود، سال پر دستاورد بود، حتما بدی ها، خوبی ها و کارهای خوب بد حتما داشته، بر ما بیننده ها قصه بکنین. کمر در خدمتتان. من پوهنوال احمد شاه رفیقی هستم، استاد دانشگاه تعلیم تربیه استاد ربانی و در حدود 41 سال میشه که خدمت میکنم به معرف کشور و به تحصیلات عالی. اولین رئیس پوهنتون غزنی هستم که اکثرا مردم به نام بنیانگذار پوهنتون غزنی مرا میشناسن. خدمت هایی کردیم که شما قبلا یادآوری کردن که از او خدمت ها هم یادآوری بکنیم. بعد شاعر هستم، در حدود 7 کتاب ما منتشر شده، کتاب ها را بعدا نام خواد گرفتیم انشاءالله و از جمله آثاری که منتشر ساختیم 2 اثرش منظوم است و 5 اثر دیگهش منصور است. بله. و در این زمان آثار دیگه ایم زیر چاپ داریم، اگر حیات باقی باشه و خداوند بخواهد دیگه آثار دیگه هم اقبال چاپ خواهد یافت. سالی که گذشت برای من یک سال نسبی خوب بود. در این سال بعضی از آثار ما چاپ شد، یکی اثر ما که به نام متن نثر ساده و مرسل است. بله. و پوهنوالی خودم دفاع کردم با واسطه این کتاب، حدود 400 صفحه هست، یه اقبال چاپ یافت، انتشارات امیری نشر شد و بسیار در مورد اقبال و مورد توجه و مورد خرید مشتری ها قرار گرفت. محصلین و استادا و دانشگاه ها و دوران معلمین ها که به یک کتاب نیاز دارن یک کتاب گرفتن و حال هم در سال نو هر وقتی که
پوهنتون و دارالمعلمین شروع میشه و یک کتاب نیاز است که کتاب درسی است در واقع، از نثرهای ساده و مرسل تألیف کردیم و اون نثرها را لغاتش شرح کردیم، افرادی که در نثر به کار رفته جملات مشکلش و صورتهای دستوریش شرح کردیم و برای محصلای دارالمعلمین ها و پوهنتونای مختلف که تعلیم تربیه و ادبیات داشته باشند مربوط دیپارتمنت دری به او نیاز است و کتاب های دیگه هم انتشار یافته که او را باز اگر پرسان کردن یادآوری میکنیم. بسیار خوب، و از سالی که گذشت برتان چگونه سال بود؟ یک سال خوب بود نسبی دیگه. ما در جامعه که زندگی میکنیم طبعا بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامند نهند آدمی. از در مجموع سالی که گذشت برای کل مردم ما سال خوبی نبود، سالی بود که درد داشت و غم داشت و انفجار بود و دود بود و آتش بود که یه دود و آتش و محصول مردم ما نیست، محصول تجاوزات بیگانه است، محصول یک سلسله چیزایی است که بالای ما تحمیل شده توسط بیگانه ها و مردم ما نمیخواهد که وطن ما در آتش بسوزه، اما چیز تحمیل شده از خداوند میخواهیم که این آتش خودش به لطف و کرم خود اما قسمی که افروخته شده خاموش بسازه و مردم ما از شر بیگانه ها و گماشته های بیگانه ها و مزدورانش خلاص شده و خداوند یک صلح و آرامی و امنیت به نفع مردم ما به وجود بیاره. و امیدوار هستم که هرچندی که میگن که این آتشی که افروخته شده برای 50 سال در ملک دوام میکنه، بعد از 50 سال باز آرامی میشه خود به خود، و خدا کنه او قسم نباشه، چرا ما در وقت نمی باشیم، حتی نسلهای بعدی ما هم نمی باشه. این برنامه و پروژه ای که هست خدا کنه که چنین نباشه و یک مردم ما که عقب نگه داشته شدند و دور از فرهنگ نگه داشته شدند و قسما تراحی شده که تعدادی از مردم طرفدار مکتب نیستند، طرفدار دانشگاه نیستند، طرفدار علم و دانش و نور نیستند و به سوی تاریکی پیش میرند و مکتب در میتند. اگر توجه کنند در ممالک هم جوار ما، در پاکستان در طول 65 سال عمر ما نشنیدیم کدام مکتب یک پاکستانی در داده باشه در مکتب، ولی هم وطنان ما رو 10,000 کلدار میتم میگه یک مکتب در بته، یک انجینیر رو بکش تو رو 50,000 کلدار میتم، و این کار از گشنگی یا از فقر فرهنگی مردم انجام میته. در تاجیکستان ایران هم کسی نه انجینیر رو میکشن نه مکتب در میته، اونجا هم جنگ هست، جنگ های عمیق قسمی به یک شکل دیگه جد پاکستان هست، در اونجا شیعه سنی را میکشه، سنی شیعه را میکشه، در مسجد بم میندازن، انفجار میشه، این کارهای میشه، ولی مکتب کس در نمیته، انجینیر کسی نمیکشه و سایر کارهای دیگه نمیشه. که این کارها کلش از طرف بیگانه ها و دیگر ها بالای ما تحمیل شده، خدا کنه که آرامی نسبی به وجود بیاد. باز از یک طرف که میشنوی و این مرض کرونا و از طرف دیگه میگه یک سنگ بزرگ از به طرف زمین به پیش میاد که در کجا میفته و زمنان در پولی زیگه پا یک سلسله ملخ هاست که در کجا میره و در چین میره و در کجا میره و کرونا هم در چین میره و میگن که بیولوژیکی است توسط قدرت های بزرگ ایجاد شده و میخواین چین و ایران و اینا را از بین ببرن.
بنابراین خب یک خیر سلسله آقای یک رفیقی، گپای با است. امید روزهای بهتر. ما گپای خود داریم، مشکلات جامعه خود زیادتر داریم. شما در بین جامعه، بین مردم هستین و واقعا ما میبینیم همه روزه که دچار کدام مشکلات هستیم. ولی امروز روز نوروز است، میخواییم از نوروز بحث داشته باشیم و بله از رویدن گلها و سبزه ها و یک شروع دوباره، آغاز دوباره صحبت داشته باشیم. بله ولی از دکتر صاحب قبل از او پرسان بکنیم که بله فرهنگ نوروز چگونه از ده هرات، چون شما از هرات بله هستین، ولی میخوایم که اول بر ما بگین که سالی که گذشت چگونه سال بود؟ خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شما. سالی که گذشت معمولا برای دکترها هم با دستاوردهای خوب هست و هم با ناراحتی ها یا بالاخره دستاوردهای نسبتا خراب، خراب کنه میتونیم بگیم نسبتا خراب. خوبی هایش بود که ما در بخش جراحی کار میکنیم، واقعا تونستیم بعض موضوعات بیاموزیم، بعض از عملیات ها که عملیات های نادر هست در افغانستان اونا رو در شفاخانه انجام بدیم برای اولین بار به شکل موفقیت آمیز، از و بعض از عملیات ها رو به شکل مستقل توانستیم بگیریم. به هر حال از این لحاظ برای ما یک سال خیلی خوب بوده که چون دستاوردها در قسمت تجربیات ما اضافه شده. دیگه در قسمت ای که چی مشکلات روبرو بوده یا ای که ما رو ناراحت کرده، معمولا تعداد نیروی کاری در شفاخانه کمتر هست و همی باعث شده که تعداد نوکریایی که ما میدیم زیادتر باشه. بالاخره بیشتر اما در طول ما بیشتر سرکار ما با مریض باشه، با فامیل کمتر ارتباط داشته باشیم. معمولا از طرف شب که میریم به خانه خسته هستیم، بیشتر اما نیاز به استراحت داریم و بیشتر کمتر به فامیل رسیدگی میشه. به این لحاظ این ما کم ناراحت میکنه. به هر حال خدا را شکر میکنیم که فامیل خوب دارین، درک میکنن این مسائل بله بدون شک. و در پهلوی از این توانستیم موضوعات خیلی خوب رو برای شفاخانه انجام بدیم، برای مریضا انجام بدیم، تا اینکه از جمله دستاوردها باشه. و دستاورد دیگه که خیلی خوب بوده که این دستاورد رو من تونستم در طول این یک سال که در شفاخانه بودم، بالاخره در خانه همراه خانم خوب کار بکنم، یک کتاب نوشته کردیم که برای اولین بار در سطح افغانستان به لسان فارسی انشاءالله به زودی انشاءالله چاپ خواهد شد. منتظر هستیم. بله در ارتباط به ختنه اطفال هست که متاسفانه در جامعه که ما زندگی میکنیم هنوز ختنه توسط افراد مسلکی صورت نمیگیره، توسط حتی اربابای محل، توسط افراد غیر مسلکی در کل صورت میگیره که واقعات از این امروز ما در شفاخانه هستیم به شکل اختلاطات از او مراجعه میکنم و او باز نیاز است که مریض بستر شد یا نیاز به عملیات های بعدی داره، که خوشبختانه ما تونستیم به همکاری خانم خود یعنی موضوعات رو تایپ بکنیم، آماده بکنیم، دیزاین بکنیم که انشاءالله به زودی چاپ خواهد شد، که یعنی یک از جمله دستاوردهای خوب ما در امسال هست. بسیار خوب. و از عرف و عنعنات و فرهنگی که ولایت زیبای ما ولایت هرات که میگن شاید کم متفاوت باشه، برای ما قصه بکنین که نوروز اونجا چگونه است؟ نوروز در کل در خود افغانستان با شادی شروع میشه، در هرات هم به ترتیب معمولا در سال اول، در روز اول سال نو کوشش میکنن اکثر فامیل ها به شکل گروهی برن، مثلا 10 یا 15 فامیل یک جا میشن در یک از مناطق تفریحی میرن، صبح وقت میرن بالاخره تا بعد از نماز دیگر در اونجا هستن، در اونجا پروگرام ها مختلف هست. معمولا عده میرن در اونجا با ساز و موسیقی و بالاخره با این مراسم شادی اما پروگرام خود پیش میبرن. بعضی ها هستن که در اون سال نو بالاخره برنامه های مشخص دارن که مثلا میرن در سال نو نماز صبح کجا بخوانن، چای چی رقم چی وقت بخورن، نان چی وقت جور کنن، بالاخره چی برنامه های دیگه در بین امی وقفه ها داشته باشن. مثلا پروگرام های کتابخانی دارن یا برنامه های دارن که یک کتاب میخوانن دیگرها گوش میکشن. باز از بین از این سوال میکنن میبینن چقدر کسایی که در این محفل شرکت کردن از این کتاب برداشت کردن، در 20 سوال میدن، از این 20 سوال هر کس جواب داد باز اونا جایزه هم داره، برست جایزه میدن که یعنی این تشویق میکنن که تو متوجه به این موضوع بودیم. یک از جمله فرق های مردم است که انجام میدن. دیگه معمولا یک عده از افراد به شکل مجردی میرن، یعنی بدون فامیل ها، فامیل های از اونا جدا میرن، باز خود از اونا
جدا میرن به شکل مجردی که معمولا یه طبقه جوان بیشتر قسمی یعنی رفقا برنامه و پیش دوستا میرن. با بله هم با میرن. هم یک جا میرن، حتی شب قبل از نوروز میرن یا ممکنه روز نوروز که برن یک شب در یک از مناطق تفریحی بمانن اگر بله امنیت باشه. اما شب رو به هر حال با موسیقی و با دیگه برنامه های شیرخانی و تفریحی با بعضی چیزای سپری فرهنگایی میکنن. وجود داره، حتما یک بله. آمادگی به سال نو میگیرن کلگی. بله. بسیار خوب. آقای رفیقی، شما از نوروز برای ما بگوین که شما کسی هستین که نوروزهای زیاده پشت سر گذاشتاندین و عرف عنانات مال کمتر شده، فرهنگ نوروز کم جشنش کمتر شده، مردم زیادتر تجلیل نمیکنن و فعلا که حالا ما مسئله کرونا داریم که امروز امسال خیش اصلا تجلیل نمیشه. شما برای ما قصه بکنین از زمانهای سابق که چگونه تجلیل میشد، عنانات ما چگونه بود؟ ما 35 سال اول عمر خود در ولایت غزنی گذراندیم. اونجا مکتب و زنن پوهنتون که خواندیم در غزنی بودیم و یک 5 سال هم اونجا وظیفه اجرا کردیم در شهر غزنی. از غزنی برات میگم که نوروز چگونه برگزار میشد. پیش از نوروز مردم خانه تکانی میکردن و هفت میوه آماده میساختن و برای نوروز آمادگی میگرفتن. در روزی که امی به نام نوروز یاد میشه، مردم در یک جای به قسم منطقه جشن که در ولایت کابل بود، امی چمن حضوری مثلا اینمی قسم جای بود، مردم مامورین والی قماندان و سایر کسا میشیشتن. از پیش روی ازی دیقانایی که دستاورد داشتن میگذشتن. مثلا یک دیقان میگذشت با یک مقدار کدوهای بسیار بزرگ، یک تعداد کسا از اونجا میگذشتند با نباتات، به خصوص بعضی کسا میگذشتند با حیواناتی که نگاه کرده بودند، مثلا یک گوسفند چهاردندان بسیار قوی و چاق و ایره میگذشتاندن با زور گل و گلکاری میکردن و در گردنش پوپنکه ببخشن در گردنش پوپک آویزان میکردن و پوکانه ها را و چیزهایی را او را تعظیم میکردن و نشان میتونن که این قسم ما یک گوسفند خوب نگاه کردیم، یک کسی دیگه اسب میگذشتن، یک کسی گاو میگذشتن. بازوالی منطقه نفر وظیفه داده بود که به هر کدام از این دیقانا در پاکت یک مقدار پول به قسم بخششی میداد به این دواقین و مالدارا. بله. و این جشن به نام جشن دیقان قسما یاد میکردن و روز اول اینمی قسم یک پای بود. بعد مردم از این که خلاص میشدن، یک منطقه در ولایت غزنی است به نام زیارت سخی و در اونجا میرفتن و مردم فکر میکردن که این نظرگاه سخی است. بله. در اونجا میله میکردن. باز دست فروش ها در اونجا بودن، در حدود مثلا 1000 نفر هم اونجا میرفتن به زیارت سخی و در دامنه هایی که تازه سبز شده بود در اونجا میشیشتن و هوا اگه خوب میبود و دست فروش ها باز اونجا میرفتن، کسی جلیبی میفروخت، کسی شورناخات میفروخت، کسی چیزهای مختلف دیگر هم میوای خشک اکثرا میفروختن، مردم میخریدن، تفلک ها باز پدرهایشان برشان چیزی که میداد و میرفتن چیزی میخریدن. یک روز خوشی بود و مترا بود که میرفت او رو به نام زیارت سخی یاد میکنن. بله. میرفتن زیارت سخی و باز پس خالی میرفتن در شهر و باز پس میخستن. یک گپی باز از این زیارت سخی که مردم باز میرفتن، باز پیش بعضی از عزیزای خود میرفتن، چون روز رخصتی بود، مامورین هم در وظیفه نمیرفت، باز پیش بزرگا میرفتن، پیش کسا میرفتن، یک سال نو تبریک میگفتن. چون سال نو یک سال هست که در افغانستان ارزش داره، زمستان مرگ غریبا میگن، بخوان بخوان بلبلک، برف زمستان گذشت، صندلی برداشته شد، مرگ غریبان گذشت. این زمستان در واقع مرگ غریباست، یعنی مصرف داره و مصرف غریبا نداشت. این اقتصادی که این روز مردم ما داره 50 سال پیش 60 سال پیش این اقتصاد نداشت. ما بارها مردم دیدیم که لباسای پیوندی داشتن،
تنبانشان پیوندی بوده و لباسهایشان پیوندی بوده. حال مردم لباس پیوندی را تخمینا 30 سال 40 سال میشه که نمی پوشه، اما در قدیم ها می پوشیدن. سابق پیوه رواج بود، یعنی که یک کچولو را یا یک تخم در آب جوش می انداختن، می گفتن پیوه او را می خوردن. حال فکر نمی کنم در 100 خانه یک خانه اگر پیاوه بخوره. اقتصاد مردم لطف خدا بهتر شده. بنابراین مرگ غریبانی که گفتم که زمستان تیر می شود، یک خوشی بود برای مردم، جهان سرسبز می شود، دیقانا خوشحالی می کردن که این رشقه روید، مازی و باد محتاج نیستیم، گندم به وجود آمد، میوه می آید، دیگه می آید، ما پیسدار می شیم. بنابراین با ظهور بهار یک خوشی به وجود می آمد و شاعرها درباره بهار بسیار شعرها گفتم. ما هم یک شعر خدا اگر بیننده خوشحال میشن یک شعر خدا میخوانم. انشالله شعرتون خاص شنیدیم، ولی قبل از او بیننده های از یک وقتی بسیار کوتاه داریم و زود برمیگردیم. فراموش نکنین گپای جالب در برنامه باقی مانده. صحاب کرم عنوان شعری است که در سال 1364 سروده شده است. بیار باده که آمد بهار ای ساقی، بیار باده که آمد بهار ای ساقی، بریز می که خمارم خمار ای ساقی. توی صحاب کرم وین دل فسرده من، و التفات تو امیدوار ای ساقی. بریز آتش سیال غمربا و قده، که افگند به دل و جان شرار ای ساقی. بهار موسم عیش است، باده باید خورد، خوش است خوردن می در بهار ای ساقی. بده شراب که زاید به دل شکیب و قرار، که گشته ام ز غمش بی قرار ای ساقی. شراب را نبود نشأه لب داغش، شراب را نبود نشأه لب داغت، خدایی را به لبم لب گذار ای ساقی. گذار لب به لبم طاقت و قرارم بخش، که از انتظار شدم بی قرار ای ساقی. بود به بوس تو کیف هزار جام شراب، مرا به بوسه ای از خود برار ای ساقی. توی همایم و آغوشم آشیانه توست، به آشیان دلم آب چپار ای ساقی. بسوخت جان رفیقی ز تشنکامی ها، بیار باده خدا را بیار ای ساقی. این بود شعری که واقعا خیلی عالی و واقعا خیلی که اثر واقعا خیلی عالی، خیلی یک شعر که واقعا ما را محو خود کرده بود. خیلی تشکر از شما، به گونه ما را از شعرتان و صدای بسیار خوبتان مستفید ساختیم. واقعا میخوایم از شما آقای رفیقی پرسان بکنم، حالا کسی که میگن شعر میگه نویسنده هست، یک درد داره، واقعا راست است؟ بله. که شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد، یک نکته در این معنی گفته مهمین باشد. شاعرها تا یک انگیزه این نداشته باشند شعر گفته نمیتونند، و آنچه را که بگویند بدون درد، بدون غم، بدون شادی، بدون انگیزه، او شعر نیست، او نظم است. نظم کلامی هست که دارای وزن و قافیه هست و او دلپذیر و دلنشین نمی باشه. اما شعر کلام دلپذیر و دلنشین است که بیانگر احساسات و عواطف و هیجانات شاعر است. از دل شاعر برمیخیزه و به دلها می نشینه و جانها را تسخیر میکنه. بنابراین شاعرها اگر یک غم یا خوشی داشته باشند، او را تبارز میتن، او را انعکاس میتن
به صورت هنری و مقسمی که از دلش برمیخیزه به دلها میشینه. لذا دیگه شعر که ساقی گفتیم و شراب گفتیم، شراب و ساقی و گپا یک منظور دیگه ما داشتیم. مرادم از شاقی، مرادم از ساقی محبوب بوده و مرادم از شراب بوسه زو بوده و سایر گپای دیگه. و حافظ گاهی که ساقی میگه و شراب میگه اونا، مراد زو از محبوبش است، یعنی مرادش از مرشدش از ساقی و مرادش از میکشان مریدها هست، مرادش از مثلا که میگه مثلا میخانه که میگه، هدفش از خانقاه هست و سایر گپایی که در ارتباط میگه سمبولیک است و رمزی هست. و وقتی که میگه که شراب بته که ما بخوریم، او برش میگه که یعنی ما را وظیفه بته انوار که انوار در وجود ما بیاید. مرشد معمولا به مرید خود یک وظیفه میده که مثلا میگه که تو الله بگوی. یک وقت برش که پیش میره میگه لا اله الا الله بگو و همین قسم وظایف دیگه میده. اینه میره به شراب تشبیه میکنه، به دلیل از اینکه وقتی که مرید به ذکر خدا مشغول میشه و لا اله الا الله یا الله میگه و اسم ذات ذکر میکنه با شرایط خاصش که است، که او عبارت از این است که زبان در کام میچسبانه، دندان بالای دندان میمانه، با فکر فرو میره و ذکر خدا را قسم میکنه به این شکل. بازی در یک حالت بسیار از حال میره، از حال چنان میره یک لذت میبره و در قلبش انوار تجلی میکنه، بسیار کیف میکنه. اینمی حالت یا میگه که ما نشه شدیم و شراب خوردیم و دیگه که این چیزها را میگه. و مرادش از ساقی هم اما مرشدش است که او را بسیار دوست میداشته باشه. هر کس یک منظوری میداشته باشه در اشعار. بسیار خوب آقای رفیقی، از شما سوالات زیاد باقی مانده و ما واقعا علاقمند هستم، مطمئن هستم بیننده هم علاقمند هستن که بیشتر درباره نویسندگیتان و شاعریتان و کتابهایتان بیشتر بدانن. ولی دکتر صاحبم دق نبیارن، از اینام سوال می داشته باشیم. شما بگوین که زندگی یک دکتر با مردم عادی چه تفاوت داره در نوروز؟ خود زندگی یک دکتر دو حالت است، اگر نوکری باشه زندگی نداره، نوروز نداره. در حقیقت اگر رخصتی باشه بالاخره یا نوکری نباشه در شفاخانه، او هم مثل سایر کارمندا به روز رخصت هست، کوشش میکنه از امو زمان یا از امو روزی که رخصتی هست بیشترین استفاده رو بکنه. بله. معمولا خود ما در صورتی که نوکری نباشیم، مانند سالهای قبل در سال در روز نوروز حتمی امرای فامیل یک جا در یک از مراکز تفریحی میرین، در اونجا همو مراسم نوروزی به شکل سپری میکنیم که میشینیم با هم دیگر صحبت میکنیم که سال که گذشت چه خوبی های بر ما داشت، سال که گذشت چه مشکلات روبرو بود که در این سال کوشش بکنیم که او مشکلات جبران بشه تا اینکه زندگی ما یک زندگی بهتر باشه. همیشه این ایده هایی بوده که در سالهای قبل من همیشه وقتی که شیشتم با خانم کو طرحهای داده برم که در این سال مثلا این موفقیت هایی که تو داشتی کوشش بکن که در این سال این مشکلات که داشتیم این مشکلات رفع بشه، چون خانم روانشناسی خوانده او خیلی موضوعات رو بهتر میتونه در رابطه با زندگی تفسیر بکنه. بله. به مو اساس اکثر مشورهایی که من در ارتباط به زندگی میگیرم او برام میده و به می اساس من فکر میکنم برای ما نوروز و همچنین ادامه نوروز که ادامه سال باشه خوب بوده. یعنی واقعا خیلی خوشبخت هستین که خانمتون کنارتون هستن و با اونا مشوره کرده اما کارا را پیش میبرین و یک جشن نوروزی عالی می داشته باشین. ولی از کودکیتون بگوین، در کودک وقت زمانی که کودک بودین چگونه نوروز تجلیل میکردین؟ کودک هم که بودیم معمولا دوره کودکی رو زیاد یاد نمیدیم، اما در دوره جوانی ما هم کوشش میکردیم که همراه دوستا به تفریح برین. ما در یک از ولسوالی های ولایت هرات در زندجان یا در ولسوالی غوریان، در این ولسوالی ها مکان های تفریح وجود داره، خصوصا در ولسوالی زندجان
رباط پی میگن، در اونجا یک منطقه است بله داخل فضای دشت یا کوه هست، در اونجا میرفتین با سایر دوستان. حتی یاد ما هست که در اون وقت زیاد امنیت بود، یک روز قبل از نوروز رفتین، امور شبش قبل نوروز همونجا بودین، باز سبایش بالاخره نوروز تا ساعتهای 5 و 6 بودیم، بعد از او حرکت کردیم طرف خانه آمدیم. یعنی می دوران در این نوروز یاد ما هست که به می رقم سپری می کردیم، بالاخره کالای نو می پوشیدیم، او وقت همو فضای دوستی ها بیشتر بود، اتفاق بیشتر بود، بحث از جنگ و ناامنی و بدامنی ها کمتر بود، بالاخره اجازه داشتیم که از طریق فامیل در این فضاها برین، بالاخره این روز سفری بکنیم. بسیار خوب، بیننده های عزیز، مهمان های خودم میخواییم که از افت میمه برشان بندازیم و دپالی از او از آقای رفیقی خواهش میکنیم که بر ما بگوییم از تاریخچه افت میمه و هفتین در گذشته هم امی رقم بود یا خیر، یا در گذشته سفرهشان بزرگتر و خوبتر و عالیتر میبود. ما در صحبت های شما را مشنیم و برتان افت میمه بندازیم. تشکر از شما. بفرمایید. در زمانه های قدیم پیش از اسلام جشن صده بود که 100 روز و شب جشن می گرفتن، شهر چراغان می کردن آریایی ها، و بعد از اینکه نوروز می شد و 100، یعنی 50 شب و 50 روز که شهر چراغان می بود، و بالاخره دسترخانه هایی از طرف پادشاه گذاشته می شود و مردم دعوت می شودن و لطف کردن، تشکر. و بعد از ختم جشن صده غذا می خوردن مردم و تفریح می کردن و ساعتیری می کردن، در میلگاه ها می رفتن، در دشت ها می رفتن، اما دشت به خصوص در هر جا، مثلا در بلخ بیشتر وقتا بلخ پایتخت بوده، در طرف دشت در کدام جایی که اونجا می رفتن و بعض بازی ها بوده، نیزه بازی ها و شمشیر بازی و فسانه بزکشی هم رواج شده و همین چیزا را معمولا در قدیم ها و نشان می دادن و مردم خوشی می کردن، تفریح می کردن و ساعتیری می کردن، و ضمناً پهلوانی ها می بوده که در جاهای مختلف پهلوانی خوش داشتی، می رفتی اونجا پهلوانی رو می دیدی، خوش داشتی نیزه بازی رو می دیدی، خوش داشتی می رفتی بزکشی رو می دیدی، خوش داشتی چیزهای دیگه بوده. و ضمناً سالهای پیش، در حدود 100 سال پیش، 50 سال پیش، برای اطفال هم چرخک بوده، یک قسم چوب استاد میکردن، در اطرافش یک بلبرنگ و یک چیزی مثل غرغره چار هم میموندن، بسیار بزرگتر. بازو تفلا در گادیگکا و قسم گازکا میشیشتن، او گازکا را چوبی میبودن، مثل اسب و کلش میبوده، تفلا میشیشتن، فکر میکنن که من در اسب هستم. بازی را همون صاحب یک افغانی میگرفتن و چرخ میدادن، چرخک یک ده دوره که ایره چرخ می دادن، بازی ها پایین می شدن، پیسه دیگه می گرفتن، دیگه کسا. و یک کلگ ساتیری هایی بوده و گپ های بخصوصی بوده که به خاطر استقبال از سال نو تای سالیان مختلف، ساتیری های مختلف، بازی های مختلف وجود داشته دیگه. این چیزا بوده. افت میوه و افت سین و گپ ها خو دیگه سابقه زیاد داره که مردم ما علاقه داشتن که از هفت میوه استفاده کنه، ولی زیادتر در جای بوده که مردم اشراف میتونسته که هفت میوه را بخوره. خریدن میوه در قدیم هم بسیار گران بوده، مردم پول زیاد نداشتن، حتی اکثر مردم یک دانگ هم نداشتن، دانگ واحد پولی بسیار کم نفر بوده. مثلا سابقا در وقتی که یاد ما هست، یک پول 16 پولی، 4 1 3 به نام 16 پولی یاد میکردن، و بسیار قدیما
امی مثل شاندپولی و یک پیسه بسیار ناچیز او رو به نام دانک یاد میکردن. یعنی بعضی کسا میگه شطور به یک دانک، اما دانک هم که نباش از کجا میکنی؟ یعنی شاند، یک شطور به یک شاندپولی میفروشه، اما شاندپولی که نباش از کجا میکنی؟ یعنی اقتصاد مردم در قدیم های بسیار زیاد و حتی 100 سال پیش این قسم مثال نبود و مردم توانای ایری نداشتن که هفت میوه بخورن، اما اشراف، پیسدارا، سرمایدارا، تاجرا، والیا، وزیرا، اینا باز از این هفت میوه استفاده میکردن. میمانایی که خانشان میامدن هفت میوه برشان میدادن. خب شما و... هفت میوه رو نوشجان بکنین و نظر بتین که چطور آماده کردیم و کدام میوه رو خوش دارین از میوه خشک؟ البته بسیار خوب است، به قوام رسیده هفت میوه. و یا ما الحمدلله هر چیز خوش دارم. همگی ما همه چیز خوش داریم، ولی یک چیز هست که از میوه ها خوش آدم میاد که همیشه هم رو نوشجان بکنه، خصوصا دفت میوه. من زیادتر چارمغز میپسندم و زیادم میخورم. علاقمندان چارمغز بسیار زیاد از بینده های از صبح که مهمانای ما آمدن چارمغز میگن. شما دکتر سه کدام هفت میوه از هفت میوه کدام میوه را دوست دارین؟ پسته، به خاطر که همیشه خندان است. چطور از هفت میوه ما دکتر صاحب شما هم نظرتان رو بگوین؟ خیلی عالی است، بخیر، خوب برابر شده. شما سن گرفتین در خانه با خانومتان هفت میوه که درست کردن؟ ما هفت سین نداریم، یک سین دارم من. خب سیمین است. سیمین، بسیار خوب. شما برای ما بگوین که در آمادگی های سال نو با خانواده کمک کردین نکردین آقای رفیقی؟ من دیگه کمک نکردیم در قسمت، در قسمت پاکاری کمک نکردیم، ولی در قسمت آوردن میوه و مثلا گوشت و برنج و سایر گپا کمک کردیم. در کارهای بیرون، در کارهای درون باز اعضای خانواده اونا کمک کردن، پاکاری کردن و بسیار کارهای خوب و نیک انجام دادن. بله، شما از سمنک بر ما بگین آماده میکنین هر سال یا خیر؟ متاسفانه به این سالا نه، سالا قبل مادر ما جور میکرد اما فعلا نه، جور نمیکنه. یاد دارین؟ نه. خانمتون ختما یاد دارن؟ خانوما معمولا هم چیز یاد دارن. باز دیگه انشاءالله کوشش میکنیم ببینیم سالای بعدی بکنه یک خاطرات تازه شود. بسیار خوب. آقای رفیقی در سابق که بود امی جشن سمنک و تجلیل سال نو بود، کل گپش به امی سمنکش زیادتر مردم توجه میکردن که خانما گرده هم میامدن و یک شب اختصاص میدادن به سمنک پزی. از او برای ما بگین که چی گونه مراسم بود و وقتا آلا ممه قسمت یا او وقت تفاوت داشت؟ در آلی متفاوت است با سابق. سابق اعتماد زیاد وجود داشت، بیغمی زیاد وجود داشت، ترس وجود نداشت، بی‌اعتمادی وجود نداشت و حال مردم یک مقدار از لحاظ امنیت، از لحاظ سایر گپا میترسن. امنیت تنهایی نیست که یک انفجار شوه یا چیزی شوه. حال امنیت چنان در سالهای اخیر خراب شده و مردم گرسنه شده، بیکار شده که یعنی یک موبایل که پیشت باشه به خاطر موبایل نفر میکشه و موبایلش میگیره. اگه پول در پیشش بود پولش میگیره، تا یک هزار افغانی رم پول که پیش یک کسی بوده میخواسته برای خانم خود دوا بخره، او رشله شده که بده این نداده، او رو یک قدر چاقو زده که کشته. این رقم گردنبستگی و بی‌ایمانی که حال وجود داره و مردم بی‌ایمان شده و مردم گردنبسته شده و سابق وجود نداشت. یک نفر صدا میکرد که او برادر عزیزی پیشت پیسه افتید، بسیار یک پیسه بزرگ و مردم هم گرسنه، اما مردم ایمان داشتن و به اصطلاح هیچ وقت وجدان داشتن، البته وجدان بیدار داشتن. عالم تعداد زیاد وجدان بیدار داره، اما ببینیم که نظر به گرسنگی، نظر به بیکاری، نظر به توقعات زیادی که مردم از زندگی داره به خاطر باندهای مختلف است
کسی نمبر پلیت موتر دزدی میکنه، پول تا نگیره اعلان میته، کسی خود موتر دزدی میکنه، کسی موتر سکل دزدی میکنه، کسی موبایل، کسی پول، کسی هر کس با یک رقمی. اینقدر بیمانی که در شهرها وجود داره سابق وجود نداشت. بنابر همین در سابق بسیار امنیت بود. من در زمان ظاهرشاه زندگی میکردم و متعلم بودم. در سالهای سال شنیده نمیشد که کسی کشته شده. اگر در یک ولسوالی و یک قریه و یک جای کسی کشته میشد، از صدارت و از وزارت داخله هیئت‌ها میرفت، کل مردم ایران میموند، در رادیو نشر میشد که یک آدم در فلان جا کشته شده. یادم است یک زمان یک نفر کشته بود، بازو اعدام میشد، کل مردم در تیپای منارای غزنی جمع شده بودن. یک هندو گفت من مسلمان میشم، می نفر که میکشی قصاص میکنی نکو قصاص. یک نفر گفت من تو را یعنی قدر پول میتونم میره قصاص نکو. چندین نفر حاضر شد به خاطر حیات ازو، او قبول نکرد. باز بالاخره همو قاتل پدر خود کشت. یعنی در سالهای سال تیر میشد که یک نفر قصاص میشد و هزارها نفر جانش مسئول میماند. دیگه اینی وضعیتی که آدم میبینه در سابق بسیار ایمان و عقیده و اسلام و دین و آخرت زیاد وجود داشت. آل مردم زیاد خدا نترس شده و این معنا نداره که من خدا نترس هستم یا خودت خدا نترس هستی. امی شما میشنوین هر روز، امی یک 8 ساله رو دیروز، یک طفل 8 ساله رو برده بوده، البته شاید تجاوز جنسی هم کرده باشه، او رو باز کشته چون که این نفرها رو میشناخته. خود طفل 8 ساله رو کشتن چی معنا میده؟ یا مهسارو شنیدن که نفرها بردن و کشتن. امیر خم چیزا در زندگی نمیشد به خاطر از اینکه وقت باز چی بود؟ سیستم مکافات و مجازات بود. آل سیستم مکافات و مجازات نیست، بکش 20,000 دلار بده به ضمانت ایلا میشی، 5,000 نفر آل ایلا میشه، یک چی مانا میتن؟ 200 نفرش هم کلش با واسکت انتحاری دستگیر شده ایلا میتن. متاسفانه خیلی متاثر میشیم، ولی امروز نمیخوایم از این گپ ها یادآوری بکنم و بیننده های خود زیادتر از این که خودشان میدانن خود دگاه ما برشان یک تشویش ایجاد بکنیم، استرس ایجاد بکنیم. ولی واقعا ناگزیر هستیم در جامعه که زندگی میکنیم، حقیقت ها را هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه. همین ما میپذیریم و به یک نحو کوشش میکنیم که به خودم کمک بکنیم و به دیگران. به همین اطلاع رسانی بزرگترین کمک است. شما افمیتون بگیرین و ما و دکتر صاحب کم صحبت میکنیم درباره از این که از خاطره جالبتان بر ما بگوین، در جریان که در شفاخانه نوکری بودین کدام اتفاق جالب رخ داده یا خیر، یا کدام نوروز بوده که شما در شفاخانه سپری کرده باشین؟ نوروز پارسال خانه بودم، ولی سالهای دیگه هرات بودیم، نوکری والی بودیم. ولی به صورت عموم هر روز که آدم نوکری باشه یا هر روز که به شفاخانه باشه با واقعات جالب برمیخوریم. بیشتر از خاطرات بگیم که بد بوده یا خوب بوده، منظورش مشکل نیست، یک خاطره جالب هم خوبش بگین هم بدش بگین که ما بیننده ها بفهمیم که چی اتفاق خوبی به شما رخ داده و چی اتفاق بده بوده، که خب من میفهمم حتماً در زندگی وجود داره هر دوش. خب خیلی دور نمیریم، من شب که گذشت با گفته مردم کابل امشب من نوکری بودم، اتفاقا هم خاطر خوب آمد و هم خاطر تم. مخاطر خوبشی بود که یک طفلک حدودا 7 ساله یا 8 ساله بود، توسط یک شخص حالا غیر مسلکی بوده یا مسلکی بوده به هر حال ختنه شده بود. این شخص درست نتونسته بود نمو اویه که باید ترمیم بشه یا بسته بشه او را بسته بکنه. به هر حال مریض با یک حالت بسیار وخیم، با یک خونریزی خیلی زیاد به شفاخانه آمد و خوشبختانه ما در حد 15 تا 20 دقیقه تونستیم در اتاق عاجل او را ترمیم بکنیم. یعنی مریض خونریزیش استاب شد، مریض وضعیتش خوب شد، برش دوا دادیم. امروز صبح که ما آمدم پدرش برام تماس گرفت که یک تشکری کرد، یعنی طفلم بسیار خوب شد، یعنی اگر من او را دیر می آوردم از بین می رفت از سر خونریزی.
یک خاطر خوب بود که یعنی ما تونستیم ظرف 15 تا 20 دقیقه که در شفاخانه بودیم برای یک مریض خدمت بکنیم و تا جان از او از مرگ نجات بدیم. خاطره بعدش این بود که یک مریض دیگر آورده بودن به لوه پولیتوما ضربه خورده بود، البته ناشی از لاتوکوب بود. ایر در یک از ولایات بالاخره به سر شده دو مریض به یک حالت وخیم روان کرده بود به شفاخانه ما. مریض تا آمده بود به شفاخانه اونجا دیدیم مریضش، دیدیم مریض برش سی پی آر یا قلبی ریوی انجام دادیم، مریضش فوت شده بود. وقتی که پایواز مریض خبر شد که نمی مریضش فوت شده، برش گفتیم رفت به پیش می طفل که فوت شده بود. اونجا گفت که خیر است بچیم، ای تو که فوت شدی من به جای تو 5 نفر دیگر هم میکشم. یعنی او کسایی که دعوا کردن 5 نفر دیگر هم حاضر هستم به جایی که تو که فوت شدی 5 نفر دیگر. باز ما به عنوان از این که نباید خود در این مسائل دخیل بکنیم چیز نگفتیم. به هر حال اگر قرار باشه این موضوع یک کشته شه و باز به واسه از 2 نفر دیگه کشته شه و 5 نفر کوچ، اینمی خود از این باعث میشه که جامعه ما همیشه به این حالت زندگی نامی و بدنامی ها باشه. پر از درد ها و سختی ها و مشکلات است. من مطمئن هستم که اما دکتر و صاحبه که همی فعلا میبینن و بیننده های ما میبینن، یعنی به گونه زندگی دکترها را دشوار میدانن. زندگی یک دکتر میگن متفاوت از مردم های عادی، چون اینا هر روز با کسای سر میخورن که اگر 50% مریضای خود تداوی بکنن و شفا یاب شوه و برشون راه یابته، یک تعداد کمش حتما از بین میره و اینا خیلی تاثیرگذار از بالای یک دکتر. خوب است که یک وقفه کوتاه بگیریم بیننده های عزیز، بعد از وقفه با ما باشین و ما گپ های دیگه هم در برنامه خود داریم. البته قبل از وقفه هم یک خاطره تلخ دیگه هم بگیم که ایرم میگیم، چون این هم یک درس میشه برای بیننده ها. به اون نوکری قبلی ما شفاخانه بودیم، یک تفلکر به یک وضعیت خیلی خراب آورده بود، مادر از او را آورده بود. خب وقتی که مریض عکسش گرفتیم دیدیم مریض وضعیتش خوب نیست، از مادر مریض پرسیدیم که ایرا چی شده. مادر مریض گفت که پدر از این به خانه خواب بوده، یک طفلک حدودا 4 ساله فکر کنم بود، گویی خنده کرده، خندش کمه که صدایش بلندتر بوده. پدر از این بیدار شده، ایره گرفته زده، یک 10 بار محکم زده به زمین، یعنی طفلک خورده خود از زده به زمین. متاسفانه حدود 12 ساعت مو اقدامات یا آجیلی که بود ما در اتاق آجیل برش انجام دادیم، ولی متاسفانه مریض فوت شد بعد از سر مزربه. اینا واقعا موضوعاتیه که گاهی وقت آدم رو ناامید میکنه، میگه که بیا رد توابت در افغانستان رها بکن، برو دنبال یک کار تجارت، برو دنبال یک کار اداری. این موضوعات واقعا رنجاور است برای همه. واقعا من می لحظه درد در چشمای دکتر سر دیدم و برای خودم هم خیلی متاثر کننده بود. خوب یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. بیننده های عزیز، بازم سال نوتان مبارک و سال 1399 را به کسایی که همی لحظه بیننده هستن خیلی مبارک باد میگم. سال پر از موفقیت براتان آرزومند هستم. مهمان های ما با ما هستن، گپا و گفتنی های گفتن، گپای خوب هم گفتن، گپای جیگر خون کننده و گپای که شما را هم کم جیگر خون ساختن. ولی دکتر صاحب و من خودم کسایی که اینجا حضور داشتن همه ما متاثر شدیم و بسیار جیگر خون شدیم. خب از او گپ ها میگذریم، ولی گپا و گفتنی درباره نوروز، درباره زندگی شخصیتان، تمامش بیننده ها شنیدن فهمیدن که شما در پلیزی که یک دکتر هستین و تمام همیشه میان در برنامه ما روی موضوعات گپ میزنین، ولی زندگی تون پر از درد است، پر از مشکلات است. نمیخوام دیگه از مشکلات گپ بزنم و از دردها صحبت بکنم، چون در جامعه ما گپ ها زیاد هست. داخل میگم از شما یک پیام داشته باشین به بیننده ها، ولی بگوین کدام رنگ دوست داری؟ رنگ ها معمولا رنگ سیاه دوست داریم، رنگ سیاه، سفید زیاد دوست داریم. این دو رنگ معمولا رنگایی که بیشتر مورد علاقه است. بسیار خوب، اگر پیام به بیننده ها داشته باشین، کامرا در خدمتتان هست و آزادانه میتونین هر گپی که امروز دارین بفرمایین بگوین. بله، پیام ما برای همه بیننده همی است که بشینیم. امسال سال است که باید ما در افغانستان تجلیل بکنیم از نوروز در خانه های خود. در خانه هم میشه نوروز تجلیل کرد، این به این معنی نیست که حتما باید به محیط بیرون بریم.
بشینین در خانه، اگر خانم دارین، فرزند دارین، مادر دارین، پدر دارین، در اون جگاه بشینین، از هر کدوم پرسان بکنین که در این سال چه کارهای خوب ما انجام دادیم که اونا را تقویه بکنیم، یعنی در سال که پیش رو داریم از او استفاده بکنیم، چه مشکلات بوده که سر راه ما وجود داشته و ما میتونیم در این سال اونا را بر بداریم یا اونا را حداقل به حداقل از او برسانیم، کم بکنیم. یعنی اینا هر کدوم از اینا میشه روی از اینا پلان برزن، برنامه ریزی بکنن، این خود از این میتونه یک دستاورد خیلی خوب بر سال آینده باشه. یعنی پیام ما است که و سال خوب براتون آرزومند هستم، سال پر از خیر و برکت براتون آرزومند هستم و ما رو واقعا خوش ساختین که امروز در برنامه مدین و برنامه ما رو ویژه ساختین. آینده باشین. آقای رفیقی، از شما میخوایم درباره انگیزیتون پرسان بکنم. درباره شما از درد صحبت کردین، حتما یک درد وجود داشته که شما اومدین کتاب نوشته کردین و کتاب های دارین. میخوام درباره از این کتاب بگوین و بعد از او اگر کدام گفه به بیننده ها داشته باشین او رام بگوین و با دکلمه شعری از شما وقفه میریم. بفرمایید اول بر ما بگوین که چی انگیزه باز شد شما بین نویسنده شوین، شاعر شوین و یک پای پر از درد نوشته بکنین. خب اصلا من بیشتر از اینکه نویسنده باشم شاعر هستم، گرچه 5 کتاب نثر نوشته کردیم و شاید 4 کتاب شعر که دوتاش نشر شده. از زمان کودکی و زمان متعلمی ما به شعر علاقه داشتیم و میخواستم شاعر شوم و یک قسم حس شهرت طلبی هم داشتیم که میخواستم که مرا بشناسن. امی حس شهرت طلبی و باعث میشه که انسان تلاش کنه و خود برسانه، لذا من بسیار شعر حفظ کردم و در مشاعره های مکتب بسیار موفق میبودم و در مشاعره هایی که در دانشگاه میشد من بسیار موفق می بودم. در زمان دانشگاه باز که در فاکولته ادبیات صنف اول بودم، یک نامه منظوم از شاعر معاصر به نام شیرین غزنوی که یک مرد است برای من رسید. 35 بیت بود، یک قصیده در توصیف ادب و ادبیات چیزی نوشته کرده بود و گریز کرده بود، باز مرا توصیف کرده بود. من زیاد خوش شدم، شنیده بودم که قصیده و شعر مردم برای یک بزرگ میگه، برای یک پادشاه میگه، ولی یک شخص برای من گفته 35 بیت شعر. من چنان خوش شدم که به جواب ازی شروع کردم و نوشته کردم در حدود 22 بیت. وقتی که نوشته کردم، یکی از متوقعی های ما سعی کرد که ما چیز نوشته کردیم، ویره خواند و خواند و خواند، بالاخره یه فهمید که ما شعر گفتیم. او گفت که تو شاعرم هستی، از ما پود کردیم. من گفتم من شاعر نیستم، اینمی اولین دفعه است که من قلم گرفتم نوشته کردیم. باز برای از او که خواندم، او از نقافیه و گپا داشت، اینمی اولین قلم فرسایی ما بود که شروع کردم و بعدا باز اشعار زیاد دیگه گفتم. خوشبختانه که شعرهای ما در روزنامه صنایع، مجله پیام حق، مجله ژوندون نشر شد و ما بسیار زیاد تشویق شدم و یک تعداد شعرهای ما هنرمندای رادیو تلویزیون خواندن که یکی بعد دیگه بود. همین به اثر تشویق و ترغیب گپا باز ما ادامه دادم و ادامه دادم. بالاخره در سنای 22 و 25 چنان شعر میگفتم که امیر سفیداو یا میگو که دروغ میگه، یه خودش نگفته، یه رو دزدی کرده، یه رقم شعر یه رو بچگک گفته نمیتونه. و من زیاد بازدم او گفت هم ناراض میشدم هم چی میشدم خوش میشدم. این ذوق و ضمناً استعداد و تلاش انسان به یک جای میرسانه. بالاخره رویم رفته، من تانیستم که یک افت کتاب نشر بکنم. آقای رفیقی، از شما یک دکلمه می داشته باشیم در آخر بخش ما و با مو دیگه ما وقفه میریم. خیلی سپاسگزار هستیم از اینکه به برنامه آمدین، برنامه ما را رنگین و رنگین تر ساختین و با حضور شما ما روحیه گرفتیم و نوروز ما یک نوروز عالی شد. تشکر از شما لطف کردین. من یک شعر می خونم که بیننده های عزیز با یک جای میبرم که لب دریا هست و یک دختر جوان و بچه با هم دیگه در فضای زمان ظاهرشاه که امنیت است و آسایش است و آرامی است و کسی به کسی کار نداره،
در اون زمان ما یک تخیل کردیم که بفرمایید بیننده های عزیز، شما ما ماده هستین و ما سراپا گوش هستیم و کمره در خدمتتون. خاطرات شب به ساحل دریا بودیم دست به دست، قدم زنان و خوش و از می محبت مست. شگوفریز بود آن ماهتاب باده پرست، بگفتمش بده گلبوسه که روحم خست. تپید و از لب ساحل رمید و هیچ نگفت، زبند دست بلورین آن رمید غزال. گرفتم و دل او شستم از غبار ملال، به خنده گفتمش ای زود رنج رود خسال. مباد بر تو دگر جز من فسرده حلال. به خود خزید و نفس در کشید و هیچ نگفت، بگفتمش تو چه زیبایی ای وصال تو عید، که میزند به تو چشمک به آسمان ناهید. چه پرتو است برویت که نیست در خورشید، چه پرتو است برویت که نیست در خورشید. ستاره است چه تو را خواهد ای بهار امید، سوی ستاره رقیبانه دید و هیچ نگفت. طرب فشانی گلزار صورتش دیدم، ببر کشیدمش و نرم نرم گل چیدم. دمی چو برق به رقص آمدیم و بالیدم، بگفتمش به چه حکمت گل بدزدیدم. تبسم به لب او رسید و هیچ نگفت. به به، یک وقفه کوتاه.